در حالی که مردم سیسخت در سوز و سرما و بیپناهی به خود میپیچند، تلویزیون خامنه ای در وحشت از آتش خشم مردم وقیحانه از پایان فاجعه میگوید. کم کم گرما به زندگی زلزله زدگان سیسختی در سرمای زمستان برمیگرده. شرایط در مناطق زلزله زده کهکیلویه و بویراحمد مساعدتر شد. اما واقعیت این است که مردم بیپناه در اعتراض به عدم رسیدگی و نرسیدن امکانات تجمع اعتراضی برگزار کردند و یک هموطن اقدام به خودکشی کرد. اینجا ساختمان هلال احمر شهرستان دنا شهر سیسخت. این خانم برای نداشتن کوچکترین امکانات رفاهی مثل چادر، پتو و غذا کوشای مجبور شده رفته رو ساختمون که خودش از ساختمون پرت کنه پایین. وضعیت بیرون در هلال احمر هم به این شکله. ما داریم مردم تجمع کردن، اعتراض دارن، چون اینا همش کاهه مردم. طبیعی است که مردم هنوزم تو این سرمای هوا، تو این شرایط در رنج و فشار باشن. اما علت تبلیغات تلویزیون خامنه ای را باید در وحشت تمامیت نظام از خشم فشرده مردم و شورش زلزله زدگان یافت. پاسدار حکمتیان، در مرحله بعدی آنچه را در اولویت قرار دادیم برقراری نظم و امنیت در شهر سیسخت بود و گردانهای امام حسین و گردانهای رزمی تیپ 48 در کنار دیگر تیمهای نظامی به تأمین نظم و امنیت اقدام کردند. ما 10 بار رفتیم هلال احمر، بر بالا بیا پایین، برای یه متر پلاستیک که چادر مسافرتی خودمونو بپوشونیم. سیسخت در سوز ظلم و آوار زلزله و مردم در آستانه انفجارند.